رو بررسی میکنه، نه در نظر گرفته میشه، بررسی میشه، تازه بماند که آخر سوالم داره میگه توسط فلان. اونش هم نمیخوام اصلا، خیلی واضح است که پرنده نمیخواد بگه خودش رو در نظر. جمله مجهوله. حالا مجهوله گزینه 2 و گزینه 4 میره کنار، میمونه 1 و 3. دیگه سال دهمه، صفت تفصیلی، صفت عالی. وقتی یک پرنده، یک نوع پرنده رو با کل پرنده های بومی یک قاره مقایسه میکنه، یک با همه، بخواد بگه به عنوان جذاب ترین پرنده، میشه صفت عالی، میشه گزینه 3. یا مثلا سوال 8 رو نگاه کنید بچه ها، نوشته فایر بلایت. دقیقا اینجا رو ببین قشنگی ها، حالا حرفایی که زدم باید بتونی تو تست پیاده کنی. جلوه فایر بلایت چی نوشته؟ A common disease of apple trees. این یه جمله توضیحیه، داره توصیف میکنه، توضیح میده، این جزء ارکان نیست. حالا درسته که من این فایر بلایت رو نمیدونم، اتفاقا از این معنیشو میفهمم. ببین چقدر باحاله، من از نظر معنایی اتفاقا از این کمک میگیرم، چون من نمیدونم این چیه، بعد میفهمم یه بیماریه. اما تو گرامر اینو بلدم، جمله ها یا عبارت هایی که کار توصیف میکنن، توضیح میدن، اینا جز ارکان نیستن، پس این میره کنار عمل. خب به گزینه ها نگاه کنید. Can sometimes be controlled. گزینه 4 هم be controlled، ولی 2 و 3 معلومه. خب ما داریم راجع به بیماری حرف میزنیم، فعل اونم کنترله، بیماری خودش رو کنترل میکنه، قاعدتا میخواد بگه کنترل میشه دیگه ها. پس گزینه 2 و 3 میره کنار، میمونه 1 و 4. بچه 2 تا غلط خیلی گنده گزینه 4. یکیش چیه؟ یکیش اینه که فاعل رو تکرار کرد. یکی دیگه از دوستی که جلسه اولت داری این فیلم رو نگاه میکنی، اصلا کلن خیلی با تستای زبان تالا درگیر نشدی، یکی دیگه از تفریحایی که طراح کنکور جدیدن مخصوصا خیلی دارن روش مانور میدن، تکرار فاعله. یعنی چی؟ من همیشه مثال نوستالژی دارم، بچه هم همین بلدن، مثال علی هیز. میگم خب این جمله رو جلوی هر کی بذاری میگه غلط، آقا علی همون هیه دیگه، چرا تکرار؟ حالا میدونی طراح چیکار میکنه؟ میاد فاعل رو بهت میده، اینجا هم دوباره تکرار فاعل انجام میده، حالا یا ضمیرش یا خودش، ولی برای اینکه حواست رو پرت کنه یه جمله توصیفی یا توضیحی وسط میده. تو درگیر خوندن این تیکه میشی، یادت میره بابا این توصیفه جز ارکان نیست، بازم تو نباید فاعل رو تکرار. الان من میگم علی هی ایز، الان بگم علی هو ایز وری کلیور هی ایز، بازم غلطه، چون این هو ایز وری کلیور جز ارکان نیست. چی میخوام بگم؟ بابا این جمله خودش فاعل داره، فایر بلایت، اینم که توضیح جز ارکان نیست. این ایته چی میگه اینجا؟ بچه ها این نکته سوال میاد ها، منهای کنکور آزمایشیاتون که این هفته است، تو کنکور سراسری هم تست میاد، حواستون به تکرار اشتباه فاعل باشه، حالا چه اون وسط جمله توضیحی باشد چه نباشد، چون جمله توضیحی که جز ارکان نیست. فایر بلایت همون ایته، نقطه که نذاشته که، حروف بزرگ که ننوشته بگی اول جمله جدیدم. این یه غلط. غلط بعدی بچه، قیدهایی مثل always، مثل usually، مثل sometimes که بهش میگیم قیدهای تکرار، جاشون بین فعل کمکی و اصلیه. یعنی این always، این sometimes باید بیاد بعد can و قبل فعل اصلی قرار بگیره. یعنی گزینه 4 هم ایتش غلطه، هم جای sometimesش. این داستان مجهوله، البته ساعتها میشه راجبش حرف زد، ولی دیگه تو این تایم کوتاه بخوام برات جمع‌بندی کنم، خدایی سعی کردم نکاتشو کامل بگم. حالا بریم تست آزمونشو بزنیم و بریم مبحث بعدی. نگاه کن اینجا رو، ما تا حالا به اینجا رسیدیم که 2 تا گزینه مجهول داریم، 2 تا معلوم. داریم راجع به چی حرف میزنیم؟ میگه این چاینا دی استایل، تو راجع به استایل یه نفر حرف میزنه. حالا استایل چی؟ استایل نوشتنش. فعلمون بلیو بچه، استایل خودشو باور داره؟ نه، استایل که نمیتونه خودشو باور کنه، که باوری راجبش وجود داره. پس جواب یا 3 یا 4. خب 3 یا 4، اولین تفاوتی که به چشمت میاد چیه بین 3 و 4؟ میگه آقا اون گذشته است، اون حال کامل. جمله رو نگاه میکنی میگه آقا خیلی زمان دیگه ای نداره، اینم که حالت توصیفیشه، چیکار کنم؟ حال بزنم، گذشته بزنم؟
کلن که جمله هایی که روتینن و معمولا حال میارن، حالا اینم که اصلا فعل گذشته ندارن، اما واقعا مطمئنید فقط